بچه حتما به حالت و جهت سایهاتون خوب دقت کنید و فشار دستتون رو حتما کنترل کنید. ارادت، من امید هستم. خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم پارت سوم طرح تحت و ببر رو اجرا کنیم. بچه همونطور که تو قسمت قبلی دیدید، من از سوزن RS5 استفاده کردم. زیاد کارم جالب نشد، یعنی یه جوری شد که خودم راضی نیستم ازش. حالا میخوایم سوزن RS3 رو تست کنیم برای علامت گذاری و ادامه کار. سوزن RS3 و رنگ لایت. فشار دستتون کاملا سطحی باشه. سوزن RM11 و رنگ لایت.
میرم سراغ رنگ مدیوم. حواستون باشه بچه، از تیغه سوزنتون استفاده کنید نه پهناش. حواستون باشه فشار دستتون کاملا سطحی باشه تا به پوست آسیب نرسه. مدام پوست رو چرب کنید بچه ها.
میرم سراغ رنگ دارک. بچه فقط حواستون باشه زمانی که میخواید از رنگ دارک استفاده کنید زیاد آستانه پرتاب دستتون بالا نباشه، سعی کنید قسمت مرکزی کارتون رو تیره در بیارید. فشار دست کاملا سطحی و ملایم باشه. رنگ لایت برمیدارم با رنگ لایت ادامه میدم.
بچه حتما به حالت و جهت سایه‌هاتون خوب دقت کنید و فشار دستتون رو حتما کنترل کنید. بچه این قسمت از اجرا هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. اگه از کانال من محتواش خوشتون میاد حتما کانالمو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید چون حمایت بزرگی از من که بتونم براتون ویدیوهای بهتری بسازم. هر سوالی داشتید یا نظری داشتید میتونید تو کامنت ها برام بنویسید، حتما میخونم. مخلص همتونم. یا حق.